شهر کابل 3500 سال قبل از امروز از جمله شهرهای کهن جهان به شمار می رفت. کابل که سر راه هندوستان قرار داشت، جزی از شهرهای مهم تجاری نیز محسوب می شد. و اما کابل با به قدرت رسیدن بابرشاه بیشتر رشد کرد. و در زمان تیمورشاه دورانی، پایتخت از قندهار نیز به کابل انتقال یافت که از آن زمان تا کنون به عنوان مرکز یا پایتخت کشور شناخته می شود. اما با گذشت سالهای زیاد، هنوز این کوچه ها نشانه ای از کابل قدیم را به نمایش می گذارد. اینجا همه چیز به ده ها سال قبل می ماند. خانه هایی که با دیوارهای گیلی و دروازه های پر نقش و نگار هنوز قامتشان نخمیده است. برخی از این خانه ها حتی بیش از 100 تا 150 سال قدامت دارند. گذشت زمان برخی از این خانه ها را شکسته و ریخته ساخته است. خانه هایی که روزگار در آن مقام ها و چهره های مطرح حکومت شاهی ظاهرشاه و حکومت های دیگر در آن زندگی می کردند. اینجا با پیرمرد قدیم کابل آشنا شدم، محمد انور 73 ساله. همراه با وی به خانه اش می روم. او می گوید که پدرش رئیس تشکیلات دفاع هوایی در دوره حکومت ظاهرشاه بوده و بیش از 100 سال پیش در ساحه عاشقان عارفان شهر کابل مسکن گزین شدند. پدر ما یک زندگی داشت که غیر ماشش، غیر ماش خودش، دیگه گودام چیز آید از دولت خود نداشت تا رئیس امی میدان هوایی خوجرواش نو جور میشدی، رئیس تشکیلاتش بود در وقت عبدالرضاخان میوند. مگم یا خائن نبودن، یا از ملت بودن، بچه ای خاک بودن، بچه زمداری خاک بودن، این خاک میخواستن جور شود. او از روزگار و دوره های قصه میکند که به گفته خودش شیرین ترین دوره زندگیش بوده. روزگاری که همه چیز در کابل ارزان بود و شهروندان زندگی آرامی داشتند. بسیار برنج لونگین آلا را ما 90 روپا می خریدیم، پا 20 روپا روغن زرد در وقتش می خوردیم. ما خودم خوردیم شخصا گوشت سرخی پا 5 روپا بود در منطقه ما، استخاندار پا 4 روپا ما خودم آوردیم. در میان کوچه ها و خانه های شهر کهنه کابل که تصویر و خاطرات کابل قدیم را هنوز زنده نگه داشته است، برخی مکان های مذهبی نهفته است که در میان مردم جایگاه تاریخی و معنوی زیادی دارد. یکی از این مکان ها زیارت عاشقان عارفان است. این زیارت در دامنه کوه شیر دروازه و در منطقه شور بازار موقعیت دارد. در مورد عاشقان عارفان که دو برادر بودند، روایت‌های میان مردم وجود دارد که آنان دارای کرامت بوده و مقبره‌شان زیارتگاه خاص و عام است. عاشقان عارفان سه بردوش برادر هستند. عارفان سه برادر کلان، عاشقان برادر خرد. چون اصلی نامای از یا خواجه عبدالسلام، خواجه عبدالصمد. عارفان صاحب خواجه عبدالسلام، عاشقان صاحب خواجه عبدالصمد. اینا در دوره حضرت عثمان رضی الله عنه اینا به شهادت رسیدن. از عربستان آمدن اینجا به شهادت رسیدن. مریدا بودن یه درمان میرفخرالدین آقا اینجا شبا ذکر حلقه ذکر برپا میشد، این چیزا میشد. ما هم به مو عنوان آمدیم زیارت، هر وقت ما از اینجا کابل بیاییم و زیارت مبارک ها حاضر میشیم. مکان تاریخی دیگری که به سراغ آن می رویم، مسجدی است که گفته می شود بیش از 250 سال قدامت تاریخی دارد و اثرهای از 150 سال پیش مربوط به این مسجد ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ شده که به نام مسجد گذر ازبک ها شهرت دارد. بخش هایی از این مسجد که تخریب شده بود از سوی بنیاد آقا خان دوباره ترمیم شده است.
مسجد که کاملا دو منزل است با چوب ترمیم شده است. دیگه اکثرا نجارای فعلی این ساختکار و این ساختمان از ترمیمش عاجز میمونند. بنابراین سقف مسجد که دیگه کاغل است، کاغل نتیجه مثبت نداده. گوشه دیگر از کابل قدیم، کوچه یا گذره خرابات، محلی که هنرمندان مشهور کشور در آن پرورش یافته و به شهرت رسیدند. کوچه خرابات یکی از کوچه های قدیمی شهر کهنه کابل است. این کوچه در گذشته ها مخصوصا در زمان حکومت امیر شیرعلی خان میان سالهای 1825 تا 1879 به نام یکی از شخصیت های مشهور منطقه که به نام خواجه خردک مشهور است و زیارتش هم اینجا فعلا موجود می باشد با او نام یاد می شد. اما بعدها زمانی که هنرمندا در این کوچه جاگزین می شن، این کوچه به نام کوچه خرابات مشهور می شه. باورها بر این است که موسیقی سنتی افغانستان از همین کوچه نشأت کرده و در میان دهها هنرمند مشهور از جمله استاد سراهنگ که لقب سرتاج موسیقی عالم شرق را دارد از همین کوچه نشأت کرده است. اینجا با انور بخش، نواسه استاد رحیم بخش از هنرمندان سرشناس کشور همراه می شویم و با او به خانه اش می رویم. زیارت خواجه خردک که قبلا این کوچه به نام آن شهرت داشت، نیز در قسمتی از حویلی آنان قرار دارد. او در مورد تاریخچه این زیارت و گذر خرابات چنین حکایت می کند. خانه کل در جمع اون دو بود. خانه هم در جمع اون دو بود، چرا دیگه درم سال است، چهار در بغل ما کلش اون دو بود. بازه چیزی کدام گپ بود که همین زیارت کسی جا به نام خواجه خردک همین سال یک دفعه حتما یک جوان اوندو از بین می رفت دیگه اولی می مرد. با دمو حسابی اولی رو باز ما خریدیم، اون بزرگای ما مردم که خرید باز در خو پدر کلان ما آمد که ما در بین دیوال مسجد و اینی هستم. ما مردم بودیم باز باز این میدم مرقبش جور کردیم و کوچه خرابات اگه میار کس اگه بگی این شخص خودم تذکره ایم حتی از اولادم به نام خواجه خردک است. کوچه خرابات روزگار پر از صداها و نواهای انواع آلات موسیقی بود که گوشهای رهگذران از این کوچه را نوازش میداد و شهروندانی که محافل خوشی می داشتن از همینجا هنرمندان را به محافل خود دعوت می کردن. اما حالا پس از تحولات سیاسی سال گذشته در کشور، دیگر نوای موسیقی در این محله خاموش شده و هنرمندانش هم ترک شغل پدری خود کردند. مانند ابراهیم افضلی که دیگر از شغل موسیقی دست کشیده و برای تامین مصارف زندگی خود به دکانداری رو آورده است. حال وضعیت مردم کوچه خرابات ببینید، زیر سر از ما شروع تا مؤخر سعی کنید کلش پاپر میفروشه، کلش دکان داره، کلش در دستش کراچی است، کراچیونی میکنه شغل. صبح خزن نبود. یعنی با شمول خودم که نزمین دوکان ها که می کلش هنرمند است. کلش کراچی داره. کلش بیادر ایسه که در بازار میره کنه فروشی میکنه. کنه.
در محل خرابات تنها چیزی که اکنون از فرهنگ‌های گذشته این گذر زنده نگه داشته است کفترپرانی یا کفتربازی است. کفترهایی که با پرواز بر فراز آسمان خرابات دل نسل نو این محله را شاد می‌سازد. در کنار سایر سنت‌ها و فرهنگ‌هایی که از گذشته‌های دور در گذر خرابات رایج بوده و تا امروز به میراث مانده، یکی هم فرهنگ یا سنت کفتربازی است. نسل نو گذر خرابات هم میگویند که به کفتربازی علاقه زیاد دارند و این فرهنگ نیاکانشان را همیشه زنده نگه خواهند داشت. کفتراز نام خدا هر رقم هستند دیگه. به شمول امریس است، یه شیرازی سوزای روشن است، دیگه سیاپتاین است، یکان سرخسینوی است. دیگه خیلی وقت میشه که بسیار ما این از سند 5 سالگی سرکفتر این خود از با من نختیم به پایان. بسیار شوق داشتم راستی. حالا کفتربازی خیلی یک شوق است دیگه، به شمول که شوق از طرف پدر و پدر کلان برای ما گپ است، چون که وام در اون وقتهای سابق کفترها داشتن. گذر خرابات از گذشته های دور محل سکونت یک بخش بزرگی از اهل هنود کشور هم بوده است و هنوز هم در امثال های پیروان اهل هنود در محله خرابات وجود دارد. خواستیم زندگی اهل هنود این محل را هم به تصویر بکشیم، اما زمانی که به در امثال آنان سر زدیم کسی از اهل هنود حضور نداشت، زیرا پس از تحولات سیاسی اخیر آنان ترک وطن کرده و به هند رفتند. کجا رفتین کسایی که دایی در امسال زنده؟ یا رفتین هندوستان. چقدر وقت میشه؟ یک چزکم یک شش ماه میشه امسال. در گوشه دیگر شهر کابل، ساحه مرادخانی با گذشت صدها سال هنوز هم تصویر گذشته ها در آن نمایان است. خانه های گلی با کوچه های تنگ و زیبا همه حکایت از قدامت تاریخی آن دارد. ساحه مرادخانی از جمله میراث های فرهنگی به حساب می آید و حتی خانه هایی که مردم عادی در آن زندگی می کنند جزی از آثار تاریخی محسوب می شود. تأسیس ساحه مرادخانی برمی گردد به قرن 18 میلادی، زمانی که تیمورشاه یکی از پادشاهان افغانستان پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد، در این منطقه زمینی را به وزیر شهرسازی خود به نام مرادخان اهدا کرد که تاکنون به نام مرادخانی یاد می شود. همون 400 سال 300 سال زیادتر میشه. به نام مرادخان یک شخصی بود که همینجا آمد، در این مرادخانی واضح نمیجا بیادر یک تعداد مردم که مهاجر شده بود همینجا جاگزین شدن. وقتی که اینجا جاگزین شدن دیگه و از اون بابا دانست شکر فضل خدا نسل ماند، اولادا ماند. بازی مرادخانی در سابق که بود یک حساب جای تجارتی بود، به اصطلاح چیزی که از اطراف وطن ما و شما می آمد، چی انگور بود، چی کشمش بود، چی دیگه بود، اینجا سرایا بود، در داخل سرایا اینجا جای به جای می شد، باز دیگه مردم می آمدن از اینجا طور عمده خریداری می کردن، می بردن، می خورد. ساحه مرادخانی در زمان جنگ ها آسیب جدی دیده بود، اما نهادی به نام فیروسکو از سال 2006 با سازی خانه های این منطقه را آغاز کرد.
تا کنون خانه های زیادی در این منطقه از سوی نهاد فیروسکو بازسازی شده است. علاوه بر آن، انستیتوت فیروسکو در بخش های خطاطی، میناتوری، نجاری، زرگری، حکاکی و سرامیک ده‌ها تن را آموزش و فارغ داده است. مسئولان این نهاد به دلیل برخی مشکلات حاضر به مصاحبه با ما نشدند. راشد کیهانجو یکی از کسانی است که 5 سال می شود در بخش ساخت زیورات در مارکتی که از سوی نهاد فیروسکو ایجاد شده فعالیت می کند. او می گوید هنر حکاکی و ساخت زیورات را در انستیتوت فیروسکو آموزش دیده است. ما بیشتر روی صنایع دستی به شکل قدیم کار میکنیم که یعنی مستندساز آثار تاریخی گذشته باشه و زیاد به شکل مدرن نمیخوایم کار بکنیم که یعنی مدرن بسازیم سیستم کار. اما سیستمی که 200 سال پیش کار میشد امروز هم میخوایم که با اونمو امکانات با اونمو شیوه ساختی که 200 سال پیش کار میکردن مردم ما هم همونطور کار بکنیم و مهارت همون کسایی که سابق کار میکردن رو برنمایش کنیم. چهره بازار مرادخانی هم حکایت از گذشته های قدیمی این منطقه را دارد. رستوران های قدیمی، رسته زرگری ها و دکان های آهنگری. عبدالمتین بیش از 40 سال است که شغل آهنگری را از پدر به میراث گرفته و پیش میبرد. او میگوید وسایلی که در مرادخانی ساخته می شود از شهرت خاصی برخوردار است. او به گونه مثال از ساخت بیل نام میبرد که به گفته وی دهاقین کشور از ساحات دوردست برای خریداری آن می آیند. از کوی صافی می آیند مردم می جاید. ما چند قسم بیل می جاید. گرای ما جور می کنند. یک تعداد بیل جور می کنند برای مردم قره‌باغ. یک رقم بیل جور می کنند برای مردم شیوکی. یک رقم بیل جور می کنند برای مردم دیسبز. در بغمان هر کدام بیلش نوایش علایده علایده است. هر دیقان تب دل خود بیل می خواهد که ببره. کابل قدیم در کنار همه زیبایی‌هایش بازارهای مشهوری هم دارد که از گذشته‌های دور نام و شهرتش تا کنون باقی است. یکی از این بازارها هم بازار کاه‌فروشی است که در داخل و خارج از کشور شهرت خاصی دارد. صدای دلانگیز انواع پرنده‌های زیبا و رستوران‌های قدیمی با غذاهای سنتی افغانستان به زیبایی‌های این بازار افزوده است. در گذشته ها این بازار مکان برای خرید فروش کاه و علف بوده و همچنان شهروندانی که از ولایات مختلف حیوانات اهلی خود را در کابل برای فروش می آوردن در همین بازار نگهداری می شد و بعدا خرید فروش صورت می گرفت. با گذشت سالهای زیاد حالا این بازار دیگر شاهد و حضور کافروشان قدیم نیست و حالا این بازار مبدل شده به بازار فروشندگان پرنده های زیبای داخلی و خارجی و همچنان رستوران های که غذاهای سنتی افغانستان را دارد. در گوشه ای از بازار کاهفروشی از گذشته های دور شماری از پهلوان ها حرفه شکسته بندی را پیش می برند که مردم برای حل مشکلات صحیحشان از جمله شکستگی استخوان به آنها مراجعه می کنند. اینجا به سراغ یکی از شکسته بند های می رویم که بیش از 100 سال پیش پدر وی در بازار کاهفروشی شکسته بندی داشته و حالا بیشتر از 50 سال است که او این حرفه پدری را پیشه گرفته است. مراجعین او نه تنها از کابل بلکه از ولایت ها و ساحات مختلف کشور است. مانند عبدالغفار که از ولایت میدان وردک به خاطر درد کمر و شانهش به او مراجعه کرده است. سرور نقشبندی که از دوران کودکی تا کنون در بازار کاهفروشی زندگی دارد از گذشته های این بازار چنین حکایت می کند. در سابقه که پدرهای ما قسم میکرد اینجا الوا مفروختن و بازار قناتی و چیزا بودن. باز بعد از او که اوش کمتر شد کاوی چیزا مردم مفروخ که تاله را به نام مو کافروشی مانده
بعد از اوش چربوی قصابا بود و یعنی فرض مثال گوشت چیزا مفروختن که ما از پدر هم قصابا هستیم. به خاطر ایده کافروشی میگن که حال کاو و اینمی چیزا فروخته میشه، درشقه و کاو چیزا و این بازار زیاد کلان بازار بوده. اینمی پدر ما قسمه کرد که اینمی سرک ارگ بود که پاچه از امی جب برگ میرفت پس از امی را میامد و میرفت گشت گذار پاچه هم امی جب. یکی از عنانات کابلیان قدیم کاغذپرانی است که علاقمندان زیادی بخصوص در میان جوانان از گذشته تا حال داشته است. این یکی از کوچه های شوربازار کابل است که از سالیان قدیم معروف به کوچه کاغذپران فروشی است. گذشته زمان اما از مشتریان این بازار کاسته و تنها چند دکان معدود کاغذپران فروشی فعالیت دارند و بس. زلگه یکی از کسانی است که بیش از 40 سال می شود اینجا دکان کاغذپران فروشی دارد و این کسب را از پدر کلان خود به میراث گرفته است. او یک بخشی از فیلم مشهور افغانی به نام مردها را قول است که در آن کاغذپرانی هم نقش داشته را دایرکت کرده است. مردم های بسیار زیادی بودند که اونا زمانی که این کار از هندوستان به پاکستان و از پاکستان به افغانستان آمد، در سرای محمد قمری کسی اونمو جایی را آورد و بعضی کسا باز از اینا بسیار نواوری های زیاد کردن که باز در اون زمان یا تار شیشه زدن و کاغذپران های بسیار رنگارنگ جور کردن، باز یا مثل که شرط می زدن در کمپانی وقت کاغذپران بازی می شد، شرط می زدن در باغ قاضی کاغذپران بازی می شد، بالاخره باز در چمن ببرک که جا می مردم هایی که مثال کاغذپران بازی میکردن یا شرط میزدن و یکی از بازی های المپیک بوده که از زمانی که کابل در عهد سلطنت تیمورشاه دورانی به حیث پایتخت شناخته شد، ساحات شهری سریعا انکشاف کرد که در آن محلات گذرها، بازارها، مساجد و غیره به شکل جدید احداث و نامگذاری گردید. دمی دوره است که به نظر ما شهر کابل به وسیله یک سری گذرها معرفی و شناخته میشن. گذرهایی که ما در این دوره داریم یا بیشتر رنگ هویتی با خود دارن، هویت فرهنگی با خود دارن. بالفرض مثال وقتی از یک چیزی به نام مثلا که هنوز هم ما رو میشناسیم گذر خرابات یاد میکنیم، اون بیشتر بخش هویتی و فرهنگی با خود میگیره. یا در ارتباط با افراد نامگذاری میشه، گذر علی مردان خان میشه به او اشاره کرد، یا در رابطه با شغل هست که شما میشناسین حتما مثلا گذر پخت فروشی، گذر آهنگری، اینا رو ما داریم. شهر کهنه کابل هرچند در 20 سال گذشته از چشم حکومت‌ها به دور مانده و توجه چندانی بر حفظ و آبادی آن صورت نگرفته است، اما شهرولی کابل می‌گوید که در ماستر پلان جدید کابل، ناحیه اول شهر کابل که در برگیرنده کابل قدیم است، به عنوان یک ساحه تاریخی معرفی شده و علاوه بر حفظ آن، به جلوگیری از هر گونه مداخله برای ساخت و ساز جدید تاکید شده است. آخرین پلان خدمت شما عرض کردم چارچوب طرح شهری یا پلانی است که توسط شرکت ساساکی تهیه شد. ناحیه اول شهر کابل به عنوان یک ناحیه تاریخی معرفی شده است و در او قواعد خاص خود داره و تاکید شده است که این منطقه به عنوان یک منطقه ای که هویت افغانستان به او ارتباط داره، هویت شهر کابل به او ارتباط داره و به عنوان مهمترین نقطه تأکید شده است که هم حفظ شود و هم هر گونه مداخله و هر گونه ساخت و ساز بر اساس حفظ هویت تاریخی صاحب باید انجام شده. امارت اسلامی میگوید که برای حفظ و نگهداری ساحات تاریخی متحد هستند و تلاش میکنند در همکاری با برخی نهادهای فرهنگی ساحاتی را که در آستانه تخریب شدن قرار گرفته را دوباره ساخت و ساز نمایند. ساحات قدیمی در هر کشور یا جای باستانی در هر ملت جایگاه خود داره که باید حفظ شود. امارت اسلامی افغانستان هم در این مورد هم تلاش می‌ورزد و هم وظیفه خود می‌داند که جای باستانی که نیاز به حفظ و مراقبت داره
از واقع محافظت شوه و از هموطنان خودم میخوایم که همچو جای را که یک بگراند تاریخی داره و یک بخش از فرهنگ و از چیزهای عتیقه افغانستان شمرده میشه و یا ساختمان سابقه است یا شهر سابقه است در حفظ مراقبت ازی باید همکار باشند تخریب نکنن و جای را. با این همه کابل قدیم که روزگار محل سکونت اشخاص معروف و مقامهای بلندپایه حکومتها بود، اکنون مبدل شده است به محل زندگی افراد فقیر جامعه که توانایی پرداخت کرایه بلند خانه را ندارند و به دلیل مشکلات اقتصادی در این ساحه مسکن گزین شدند. آگاهان اما به این باورند که ساحات تاریخی و قدیمی کابل دارای ارزش‌های فرهنگی و هویتی است و باید حکومت به ویژه نهادها و سازمانهای فرهنگی در حفظ مراقبت آن توجه جدی داشته و خطرات نابودی همچون ساحات را برطرف نمایند.